من مهرداد رئیسی و شما به پادکست بخندیم گوش میکنید. این پادکست برای بچه ها و خانواده های پاستوریزه مناسب نیست. آسانسور ساختن که توش لب بگیری و کارهای دیگه بکنی، وگرنه چهار تا پله ارزش این همه هزینه رو نداشت. قرار اول به دختره گفتم تو نور چند تا تار سیبیلت معلومه، قهر کرد پشتت رفت. پس چی میگین پسری که به جزئیات توجه میکنه جذابه؟ دخترها چرا نمیفهمین پسرها شما رو فقط برای سکس نمیخوان؟ اگه اینجوری بود که میرفتن یه خراب میکردن، خرجش هم کمتر بود. اونا شما رو برای سکس منظم و پیشگیری از ابتلا به بیماری های مقاربتی میخوان. یه بار داشتم اسپری تأخیری میزدم برم برنامه کنم، سوراخ اسپری برعکس بود، جای معاملم زدم به چشم، همه چیزو با تأخیر میدم. مثلا طرف لخ شده بود، من هنوز میدیدم تو تاکسی نشستم. من نمیدونم متأهلا دیگه واسه چی تأخیری استفاده میکنن. تو که دیگه پول نمیخوای بدی، ده بار بکن. یه راننده تاکسی یا آخوند تو خیابون سوار میکنه، بعد بهش میگه حاج آقا هفته پیش یکی از اماما سوار تاکسی من شده بود، همین که پیاده شد غیب شد. آخونده کفششو در میاره، یه دل سیر راننده رو کتک میزنه. راننده میگه خب چرا میزنی؟ آخونده میگه بیشور اون من بودم رو درش فاضلا پیادم کردی. شما هم وقتی به کسی چیزی قرض میدین یه نرین توش خاصی تو چشماتون هست؟ یه بار نشد تو مهمونی به یکی بگن چایتون سرد شد، اونم نگه نه اتفاقا وقت خوردنشه. آره وقت خوردنشه، بیا بخورش. قبلنا تو رابطه ها پسره به عشق دختر سیگار رو ترک میکرد، الان برنامه میکنن میرن دوتایی گل میکشن. کوفت. اگه قدرتش داشتم تموم 12 سال خاطراتم از مدرسه رو از ذهنم خارج میکردم، به یه جسم فیزیکی تبدیلشون میکردم و میشاشیدم روشون. برادران رایت یه سری پسرامو داشتن به اسم برادران لفت، اونا چون به چپشون بود متاسفانه به جایی نرسیدن. خیارشور شیشه بسته یا خیلی لوس و کسچرن، خیارشور باید تو دبه پرورش پیدا کنه و اندازه مال خر باشه. همونطوری که دخترها تا 5 دقیقه دیگه آماده میشن، پسرام تا 5 دقیقه دیگه میرسن.
بار تو زندگیم تصمیم گرفتم خودکشی کنم. بار اول که مهمون اومد نشد، بار دوم واسم یه اسمس واریز اومد. من شبا به جا گوسفندا دخترایی که بهم گفتن تو مثل داداشمی رو میشمرم خوابم میبره. شیطان به ما گفت چگونه منی که از آتشم در برابر آدمی که از خاک گندیده است سجده کنم؟ آدم گفت سجده میکنی یا بشتاشم رود خاموشی. از همینجا مشکل بین شیطان و آدم شروع شد. آره دنیا پر از آدم های خوبه، اما اناش گیر ما میاد. از خوبیای جنوب شهر زندگی کردن اینه که یه بار منو خف کردن، ماسکشو برداشت، دیدم داداشمه. به نظرم یکی تو کونه گوسفندا نشسته انا رو قلقلی میکنه میندازه بیرون، وگرنه این همه نظم و ترتیب دلیل دیگه ای نداره. روزی مردی از شیخ پرسید ای شیخ، بهترین راه رسیدن ملت به آزادی چیست؟ شیخ فرمودند مترو. شباهت زن قهر کرده با مرغ یخ زده اینه که خودتم جر بدی نمیتونی پاشو ازم وا کنی. زندگی دو تا اصل رو فراموش نکن. یک، انقدر کسخل نباش که تو کیری ترین شرایط زندگیت به تخمی ترین آدم ها تکیه کنی. دو، مؤدب باش. بچه به دنیا آوردی هی بهش میگی نکن نکن، خودت نمی کردی. خب سبزی که همه بلدن، دختر باید شیک بلد باشه. چجوری به دوستاتون احترام میذارین؟ من اگه کیرشون نکنم احساس میکنم صمیمیتمون از بین رفته. هر چیز عقیده و دیدگاه خودشو داره. مثلا از دیدگاه شیاف انسانها همه کونی هست. دا
داشتم با اسم بچه ریحانا رضا کنار می اومدم که فهمیدم اسم نوه مایکل جکسون جعفره. من دیگه هیچ. بزرگترین تغییر شخصیت رو تو ایران میتونی تو دخترای مدرسه‌ای ببینی بعد برگشتن از مدرسه و پوشیدن لباس بیرونشون. تهران خیلی شهر عجیبیه. مثلا میبینی دختره با شلوار شیش جیب و دو تا زنجیر تو دستش داره تو خیابون راه میره، بعد چارم تو مرتب دو تا پسر در مورد رنگ سینه بندشون با هم بحث میکنن. خب رفقای نماز بخندیم این سری، اگه کسی خواست اسپانسر برنامه بشه یا خلاصه کاری داشت میتونه به پیج اینستاگرام من با آدرس مهرداد رئیسی، رئیسیش هم RAISI، پیام بده. چاکریم در زم بخندیم و میتونید تو تمام منابع پادکست جهان گوش بدید. کانال یوتیوب گلوری انترتینمنت هم از دست ندید، کلی چیزای باحال داره. انرژی بگیریم بخندیم.